متى فصل 28؟ بعد از روز سبت در سپیده دم صبح روز یکشنبه مریم مجدلیا و آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند. ناگاه زلزله شدیدی رخ داد، زیرا فرشته خداوند از آسمان نازل شده به سوی سنگ آمد و آن را به کنار غلطانیده بر روی آن نشست. صورت او مثل برق می درخشید و لباسهایش مانند برف سفید بود. از دیدن این منظره نگهبانان از ترس لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند. آنگاه فرشته به زنان گفت: نترسید، می دانم که به دنبال عیسی مصلوب می گردید. او اینجا نیست، چنان که خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید و جایی را که او خوابیده بود ببینید و زود بروید و به شاگردان او بگویید که او پس از مرگ زنده شده است و پیش از شما به جلیل خواهد رفت و شما او را در آنجا خواهید دید. آنچه را به شما گفتم به خاطر داشته باشید. آنها با عجله و ترس و عین حال شاد و خوشحال از قبر خارج شدند و دوان دوان رفتند تا این خبر را به شاگردان برسانند. در بین راه ناگهان عیسی به آنان روبرو شده گفت: سلام بر شما. زنان پیش آمدند و بر قدمهای او به خاک افتاده در مقابل او سجده کردند. آنگاه عیسی به آنان فرمود: نترسید، بروید و به برادران من بگویید که به جلیل بروند و در آنجا مرا خواهند دید. وقتی زنان در راه بودند، بعضی از نگهبانان به شهر رفته آنچه را که واقع شده بود به سران کاهنان گزارش دادند. سران کاهنان پس از ملاقات و مشورت با کنانها پول زیادی به عساکر دادند تا اینکه آنها بگویند: شاگردان او شبانه آمدند و انگامی که ما در خواب بودیم جسد را دزدیدند. و نیز افزودند: اگر این موضوع به گوش والی برسد ما خود ما او را قانع میکنیم و نمیگذاریم که شما به زحمت بیفتید. پس نگهبانان پول را گرفته مطابق امر آنان عمل کردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است. 11 شاگرد عیسی به جلیل به آن کوهی که عیسی گفته بود آنان را در آنجا خواهد دید رفتند. وقتی آنها عیسی را دیدند او را پرستش کردند، هرچند که بعضی در شک بودند. آنگاه عیسی پیشتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است، پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا آخر با شما هستم.